اخیرا یه ویدیو اومد از یکی از این حماسیا. چی بود کارش رو حماس چی بود؟ یه خارجی حماس بود که دیدم. آره یادم نیست. اومد اول نصرالله اومد گفتش که ما از ایران چه جوری پول میگیریم از سلیمانی و اینا. بعد این یکی دیگه اومد اصلا قشنگ دقیق دقیق گفت ما رفتیم فرودگاه تو تهران بود درسته؟ آره گفت که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت گفتیم که به ما بودجه بده، بعد ایشون هم گفتن که برید از آقای سلیمانی بگیرید. به آقای سلیمانی هم گفتیم، اونم گفت که ردیف میکنیم و اینا. وقتی داشتن تو فرودگاه میرفتن میاره براشون. بعد انگار اونجور که من یادم هست گفت میخواسته بیشتر بده، ولی چون بیشتر از نفر بیشتر از 43 کیلو نمیتونستن بار هواپیما ببرن. آره سنگین بوده، پولا انقدر زیاد بود سنگین بودن، 9 نفر بودن فکر کنم، نمیتونستن بیشتر از 22 میلیون نمیتونستن به خودشون ببرن. این عجب چیزی فاجعه ای ها که مثلا یه کشوری داشته باشی که مثلا روابط یعنی کارهای سیاست های خارجی که داره اینه که مثلا پول تو چمدون میکنن توی فرودگاه میدن به یه گروه تروریستی که بره ببره علیه، یعنی این فاجعه است که یه کشوری اصلا اینجوری اصلا همچین کارهایی واقعا مسخره است. این چقدر دولت ایران چقدر عقب افتاده است که اصلا همچین کارهایی توی سیاست های خارجی هست، حالا چه با سلیمانی چه غیر سلیمانی. واقعا افتضاحه یا همچین چیزی. نه اصلا حالا ببینید بعضی خیلی برای بعضی 22 میلیون خیلی پول زیادی حساب میشه خب، ولی 22 میلیون از لحاظ سیاست خارجی هیچ چیز هیچی نیست خب، ولی وقتی که برای یه گروه مثل حماس هست خیلی پول گنده‌ایه خب. برای اینکه ببینین حماس یه گروهیه که با پول خیلی کم میتونه کلی واقعا سردرد بیاره برای مثلا یه توی منطقه. برای اینکه گروه های تروریستی مثل حماس یا حزب الله نظم نگه داشتن خیلی کار سختریه تا بی نظمی راه انداختن خب. برای همین همیشه گروه های تروریستی با خیلی پول با بودجه خیلی کمتر میتونن دردسر بسازن برای کس با قدرت های خیلی گنده تر. درسته؟ برای همین وقتی که 22 میلیون اگه نگاه کنی خب برای مثلا بودجه یک کشور یا بودجه ارتش خیلی پول کمیه خب، ولی وقتی که ولی حساب کنی وقتی یه پولی باشه که به دست حماس برسه، شما نگاه کنی حماس تونسته مثلا بره از ته دریا موشکای مال جنگ جهانی اول یا دوم و نمیدونم کشتی‌ها رو پیدا کنه، اینا رو برداره بندازه تو سر شهرهای اسرائیلی. یعنی با یعنی حتی یک با بدترین شرایط اینا هنوز میتونن دردسر بیارن برای اسرائیل و کشورهای دیگه خب. حالا با 22 میلیون فکر کن اینا چیکار میتونه بکنه. یعنی این 22 میلیون از اون لحاظ اگه نگاه کنی برای خیلی پول گنده ایه. از لحاظ بودجه یک کشور نگاه کنی خیلی پول کمیه، ولی از لحاظ اینکه چیزی که به دست حماس برسه یعنی این واقعا افتضاحه. البته من تا جایی که میدونم از اون لحاظ یعنی اینا پولی که پول نقدی که میگیرن اونجوری خرج نمیکنن که مثلا برای موشک و این چیزا بخرن. آره آره معمولا موشکاشون رو مجانی میگیرن موشکاشون رو همینجوری میگیرن این پول. آره آره ولی منظورم اینه که بازم پول خیلی برای حماس این چیز خیلی خیلی کمک بزرگیه. درست میدونی نظرم چیه؟ آره البته این که گفتید جنگ جهانی اول دوم موشکاش اینو من نشیده بودم، ولی جنگ جهانی اول که موشک نداشت. گفتم اول یا دوم نمیدونم کدوم بود، فکر کنم دوم بود. شاید جالبه حتی میرن از لوله های چیزم از لوله های مثلا فاضلابی که مثلا دیگه کار نمیکنه این لوله ها رو میکنن موشک حماس. میرن زمین رو میکنن همه لوله هایی که مثلا مونده از زمان قدیم اینا رو لوله ها رو میکنن موشک. خیلی روش مختلفه. به نظر من حماس اصلا وجودش خیلی نعمت بزرگه برای راستگراهای توی اسرائیل که بخوان تو قدرت بمونن. همین نتانیاهو الان 20 سال نخست وزیر تو اسرائیل. آره حماس و جمهوری اسلامی، یعنی اگه مثلا اگه حماس نبود، اگه حزب الله نبود، اگه جمهوری اسلامی نبود، به نظرم اسرائیل الان خیلی بهتر بود وضعیتش. یه دولت آره. خوب داشت. به ضرر مردم اسرائیل، راستگراهای کشور مختلف نفهم دیگه. دقیقاً. یعنی آره. یعنی با هم دشمنی میکنن ولی به هم نیاز دارن.
یه کسی تو فیسبوک الان چی گفت؟ گفت آره واسه ببینین که اصلا ایران تو FATF نیست به خاطر همین چیزاست دیگه. ببینیم مثلا ببین من مسیح علی نجات فکر خیلی میدونم الان تو لایف چت با من اختلاف نظر داره ولی من فکر میکنم مسیح نجات واقعا خیلی کارش عالیه علیه جمهوری اسلامی. میدونم حالا فرشتون رو به فرشتون رو پست کنین مهم نیست، ولی من با این توییت مسیح علی نجات مخالفم. چون که ببین مثلا مسیح علی نجات چی گفته؟ گفته با 22 میلیون دلاری که سلیمانی به حماس هدیه داد چند کودک کار رو میشد از فرو رفتن در سطل های زباله نجات داد. آها ببینید این پول مثلا بعضی میگن چند تا واکسن میشد خرید، چند تا مثلا بچه رو میشه بهشون مثلا غذا داد، کفش خرید، کتاب خرید، از اینجوری محاسبه میکنم. من میگم این 22 میلیون دلار ضرر اصلی که بر مردم داره اینجوری حساب نکنید، ضرر خیلی بیشتری داره. همین چیزی که این آقا نوشتن چیه سمیار که وارد FATF نمیشن، این کارای اینجوری که جمهوری اسلامی میکنه ضررایی که به مردم ایران زده هزاران برابر از اون کاریه که اون 22 میلیون دلار میتونه سو ایران بکنه. میدونی ازم چیه؟ یعنی همین رابطه نداشتن با کشورهای دنیا، تو FATF نبودن، رابطه تجاری نداشتن، تحریمایی که وجود داره، یعنی این 22 میلیون دلار صدمش به ایران خیلی بیشتر از خرجیه که اون 22 میلیون دلار نمیکنه. میدونی منظورم چیه؟ دقیقاً. آخه میدونی اصلا اینا فکر میکنن که از بالا مثلا خدا به اینا دستور داده که اینا اسرائیل نابود کنن، بعد گفته فقط هم شما باید نابود کنید، بعد همه تلاشتون و همه پشتکارتون رو بذارید سر همین که آقا هر چی دارید بکوبید سر اسرائیل، پول، چمدون دلار، موشک، همه چی. واقعا یعنی مردم مردم ما اینو میخوان، واقعا اینو نمیخوان دیگه. مردم الان چی براشون مهمه؟ این که میگه مثلا میشد با این پول فلان کارا رو کرد، فقط منظورش احتمالاً این پول نیست، منظورش کلا اینه که شما این اتنشن، این توجهی که داری به این مسئله که هی بخوای جنگ افروزی کنی تو منطقه، با همه اینا خیلی کارا میشد داخل کشور کرد. و واقعا هم داره درست میگه. یه چیز دیگه هم بگم، خیلی از من میپرسن که چرا آرمین از تحریما دفاع میکنی. البته من نمیدونم اریک نظرت چیه. من ببین تا همین حتی بدون کارهای اتمی ایرانم، همین کارهای اینجوری تمام تحریمای علیه ایرانو، یعنی من میگم میخوان چیکار کنن کشورهای دیگه؟ خب یعنی شما میگین ای تحریم نکنین، تحریم نکنین، خب یعنی چی؟ یعنی یه کشوری مثل جمهوری یه دولتی مثل جمهوری اسلامی بیاد گروه های تروریستی اینجوری رو پول بهشون بده، بعد خب جوابش چی باشه؟ خب جنگ، اگه جنگ نمیخواین پس چی؟ پس نه جنگ نه تحریم، یعنی همجوری بشینم تو بذارن بیای از این؟ یعنی ببین مثلا گروگانگیری آدم هایی مثلا که چی میگن دو تابعه، دو سترزنشی میشه دو تابعه، درسته؟ دو تابعیتی و اینا، و این پولای اینجوری که دارن میدن به گروه های تروریستی و اینا، یعنی اینا رو فکر میکنن که اینا دنیای بین المللی فکر میکنن بهش جواب نده. یعنی خب اگه تحریم نکنه چیکار کنه؟ یا جنگ بعد سه تا حالت بیشتر نداره، یا جنگ بعد بکنه، یا تحریم بعد بکنه، یا اینکه شما همینجوری میرین این گروه های مختلف و تروریستی رو اینا رو پول بهشون میدین، شهروندای کشورشون هم اینجوری گروگان میگیرین، اینا هم بگن خب جوابی ندن، یعنی هیچ کاری نکنه. یعنی حتی بدون کارهای هسته‌ای ایران همین کاراش کافیه که تمام تحریما رو توجیه کنه به نظر من. البته نمیدونم تو نظر چیه. ببین نظر من اینه که خب بله بعضی تحریما واقعا توجیه درست داره، ولی یه سری تحریما توجیه درست نداره. مثلا همین خب بالاخره یک قراردادی آمریکا امضا کرده بود زمان اوباما به اسم برجام سال 2015، و در کنار آمریکا کشورهای دیگه شورای امنیت هم بهش رأی داده بود. اینکه ترامپ یک جانبه این قرارداد رو لغو کنه و اون تحریمایی رو که تو قرارداد قرار شده بود بردارن یا تعلیق کنن برگردونه، این به نظرم هیچ توجیه منطقی نداره. که یعنی نمیشه شما قرارداد ببندی بعد بگی من خوشم نیومد عوض کنیم. یعنی این توجیه نداره. من به هیچ وجه نمیتونم از این حرکت حمایت کنم. نه من اونم قبول ندارم، به خاطر اینکه اون دنیا رو من به نفع جمهوری اسلامی شد، چون که فشار بین المللی و علیه جمهوری اسلامی رو کم کرد. یعنی قبل از اون اروپا و آمریکا و کانادا و هم متحد بودن که علیه جمهوری اسلامی و این کارهای ماجراجویانه‌شون توی خاورمیانه با هم متحد باشن.
این کار باعث شد که همشون اتحاد بین این کشورها از به هم بخوره و ایران بتونه علیه اینا رو، یعنی این اختلاف نظرشون رو علیه هم رو استفاده کنه یه ذره. البته الان امیدوارم استفاده کنه، یعنی نتونه. اما فکر کنم اشتباه دولت اوباما این بود که خیلی تکبودی مذاکره کرد، فقط راجع به بحث هسته‌ای مذاکره کرد، هیچ موضوع دیگه‌ای رو وارد مذاکره نکرد. چند بارم ازش پرسیدن، گفتن شما چرا مثلا راجع به گروگانگیری دو تابعیت یا مذاکره نکردی، راجع به موشکی مذاکره نکردی، این بحثا رو چرا وارد مذاکرات نکردی؟ اونم گفت که من خب می‌خواستم به یه راه حلی برسیم و اینکه اگه بخواستیم موضوع رو خیلی گسترشش بدیم ممکن بود که بهش قراردادی نرسید. یعنی یه جورایی فدا کرد این قضايا رو که بخواد به اون قرارداد هسته‌ای برسه و خب نهایتاً شکست خورد دیگه در دولت بعدی.